چهار وادی هو العزیز المحبوب ای ضیاء الحق حسام الدین راد که فلک ورکان چه تو شاهی نزاد. نمی دانم چرا یک مرتبه رشته محبت را گسیختید و عهد محکم مودت را شکستید. مگر خدا نکرده قصوری در ارادت به هم رسید و یا فطوری در خلوص نیت پیدا گشت که از نظر محو شدم و سهو آمدم. چه مخالفت بدیدی که ملاطفت بریدی؟ مگر آن که ما ضعیفیم و تو احتشام داری و یا به یک تیر از کارزار برگشتی؟ مگر نشنیدید استقامت شرط راه است و دلیل ورود بارگاه؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه و دیگر می‌فرماید فاستقم كما امرت. لحاظا مستقرین به بساط وصول را این سلوک لازم و واجب است. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. اگرچه زیارت جواب نام ننموده ذکر ارادت نزد عقلا خطا و بیجاست، ولیکن محبت بدی ذکر و قواعد قویم را منسوخ نمود و معدوم کرد. قصه لیلی مخان قصه مجنون، عشق تو منسوخ کرد ذکر اوائل. نام تو می رفت عاشقان بشنیدند، هر دو به رقص آمدند صامع و قائل. فی حکمت الالهیه و تنبیه ربانیه، من سر هر ماه سه روز ای سنم، بیگمان باید که دیوانه شوم. هان که امروز اول سه روزه است، روز فیروز است نه فیروزه است. شنیدم برای تبحیث و تدریس به تبریز و تفلیس حرکت فرموده اید و یا برای عروج معارج به سنندج تشریف برده اید. ای سید من، متساعدان سماوات سلوک از چهار طایفه بیش نیستند. مختصری ذکر می شود که در آن خدمت معلوم و مبرهن گردد که هر طایفه را چه علامت است و چه مرتبت. اول، اگر سالکان از طالبان کعبه مقصودند، این رتبه متعلق به نفس است، ولیکن نفس الله القائمت و فیه به سنن مراد است و در این مقام نفس محبوب است نه مردود و مقبول نه مقهور، اگرچه در اول این رتبه محل جدال است، ولیکن آخر آن جلوس بر عرش جلال، چنانچه می فرماید ای خلیل وقت و ابراهیم هوش، این چهارت یار رهزن را بکش. تا بعد از ممات سر حیات ظاهر شود و این مقام نفس مرضیه است که می فرماید فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این مقام را اشارات بسیار است و دلالات بیشمار. این است که می‌فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق لا اله الا هو. پس معلوم می‌شود که کتاب نفس را باید مطالعه نمود نه رساله نحو را، چنانچه می‌فرماید اقرأ کتابک و کفا به نفسک الیوم حسیبا. حکایت آوردند که عارف الهی با عالم نحوی همراه شدند و همراز گشتند تا رسیدند به شاطی بحر العظمه.
عارف بی تأمل توسل فرموده و بر آب راند و عالم نحوی چون نقش بر آب محو گشته مبهوت ماند. بانگ زد عارف که چون عنان پیچیدی؟ گفت ای برادر چه کنم؟ چون پای رفتنم نیست سر نهادن اولا بود. گفت آنچه از سیب وحی و قول وحی اخذ نموده و از مطالب ابن حاجب و ابن مالک حمل فرموده ای بریز و از آب بگذر. محو می باید نه نحو اینجا بدان، گر تو محوی بی خطر بر آب ران. و دیگر می فرماید لا تکونو کاللذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. و اگر سالکان از ساکنان حجره محمودند، این مقام راجع به عقل می شود که او را پیغمبر می نامند و رکن اعظم دانند، لیکن عقل کلی ربانی مقصود است که در این رتبه تربیت امکان و اکوان به سلطنت اوست، نه هر عقل ناقص بیمعنی. چنانچه حکیم سنائی می گوید عقل جزئی کی تواند گشت بر قرآن محیط، عنکبوتی کی تواند کرد سیمرغی شکار. عقل اگر خواهی که ناگه در عقیلت نفکند، گوش گیرش در دبیرستان الرحمن درار. و در این مقام تلاطم بسیار است و تماتم بیشمار، گاهی سالک را متساعد می نماید و گاهی متنازل. این است که می فرماید مرتن تجذبنی الی عرش العما و مرتن تهلکنی به نار الاغماء. چنانچه سر مکنونه از آیه مبارکه کهف در این مقام معلوم می شود که می فرماید و تر الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال و هم فی فجوة من ذلک من آیات الله من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. اگر کسی اشارات همین یک آیه را مطلع شود او را کافی است. این است که در وصف این رجال می فرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. این مقام میزان است و پایان امتحان و در این رتبه هم استفاده ضرور ندارد. و در تعلیم سالکین این لجه می فرماید اتقوا الله یعلمکم الله. و همچنین می فرماید العلم نور یقذفه الله علی قلب من یشاء. پس باید محل را آماده نمود و مستعد نزول عنایت شد تا که ساقی کفایت خمر مکرمت از زجاجه رحمت بنوشاند. الا ان بذلک فلیتنافس المتنافسون. و هین اذن اقول انا لله و انا الیه راجعون. و اگر عاشقان از عاکفان بیت مجذوبند، این سریر سلطنت را جز طلعت عشق جالس نتواند شد. این مقام را شرح نتوانم و وصف ندانم. با دو عالم عشق را بیگانگی و اندر او 72 دیوانگی. مطرب عشق این زند وقت سما، بندگی بند و خداوندی صدا. این رتبه صرف محبت می طلبد
و زلال مودت می جوید و در وصف این اصحاب می فرماید الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. این مقام نه سلطنت عقل را کفایت می نماید و نه حکومت نفس را، چنانچه نبی از انبیاء الله عرض نمود الهی کیف الوصول الی قال الغ نفسک ثم تعال. ایشان قومی هستند که صف نعال را با صدر جلال یک دانند و ایوان جمال را با میدان جدال در سبیل محبوب یک شمارند و معتکفین این بیت مطلب ندانند و مرکب برانند، جز نفس دوست از دوست هیچ نبینند، کل الفاظ را مهمل دانند و جمیع مهملات را مستعمل دارند، سر از پا نشناسند و دست از پا فرق نیابند، سراب را نفس آب گویند و ذهاب را سر ایاب خوانند. این است که میگویند وصفی ز حسن روی تو در خانقه فتاد، صوفی طریق خانه خمار برگرفت، عشقت بنای صبر به کلی خراب کرد، جورت در امید به یک بار برگرفت. در این مقام تعلیم و تعلم البته عاطل ماند و باطل گردد. عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر درس و سبقشان روی اوست، درسشان آشوب و شور و ولوله، نیزی آدات است و باب سلسله. سلسله این قوم جد مشک بار، مسئله دور است اما دور یار. فی المناجات لله تبارک و تعالی، ای خدا ای لطف تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. ذره علمی که در جان من است، وارهانش از هوا و خاک پست. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. اذن اقول و لا حول ولا قوه الا بالله المهيمن القيوم. و اگر عارفان از واصلان طلعت محبوبند، این مقام عرش فؤاد است و سر رشاد، این محل رمز یفعل ما یشا و یحکم ما یرید است، که اگر کل من فی السماوات و الارض الی یوم ینفخ فی الصور شرح این رمز شریف و سر لطیف را فرمایند، البته از عهده حرفی بر نیایند و احصا نتوانند، زیرا که این مقام قدر است و سر مقدر. این است که سؤال نمودند از این مسئله، فرمودند بحرون زخارون لا تلجهو ابدا. باز سؤال فرمودند، فرمودند لیلون دامسون لا تسلکهو. هر کس ادراک این رتبه نمود، البته ستر نماید، و اگر رشحی اظهار دارد و یا ابراز نماید، البته سر او بردار مرتفع خواهد شد. با وجود این قسم به خدا که اگر طالب مشهود می گشت، مذکور می آمد، زیرا که می فرماید الحب و شرفون لم یکن فی قلب الخائف الراهب، و ان السالک الى الله فی منهج البیضاء و رکن الحمراء لن یصل الى مقام وطنه الا بکف السفر اما فی عید الناس، و من لم یخف الله اخافه الله من کل شیء و من خاف الله یخاف منه کل شیء.
پارسی گو، گرچه تازی خوشتر است. عشق را خود صد زبان دیگر است. چه ملیح است این فرد در این مقام، گر در عطا بخشد اینک صدفش دلها، ور تیر بلا آید اینک هدفش جانها. و اگر مخالف حکم کتاب نمی بود، البته قاتل خود را از مال خود قسمت می دادم و ارث می بخشیدم و منتش می بردم و دستش بر چشم می مالیدم. ولیکن چه کنم، نه مال دارم نه سلطان قضا چنین امضا فرموده. هین ازن اجد و رایحت المسک من قمص الحائه ان یوسف البها که انی وجدتها غریبا ان انتم تجدونها بعیدا. بوی جانی سوی جانم می رسد، بوی یار مهربانم می رسد. از برای حق صحبت سالها، بازگو حالی از آن خوشحالها. تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود. این محل صحو بحث و محو بات است، محبت را در این رتبه راهی نیست و مودت را مقامی نه. چنانچه می فرماید المحبت و حجاب بین المحب و المحبوب، محبت در این مقام قمص و حجاب می شود و آنچه غیر از اوست قطع می گردد. این است که حکیم سنایی می گوید سوی آن دلبر نپوید هیچ دل با آرزو، با چنان گل رخ نخسبد هیچ تن با پیرهن. زیرا که این عالم امر است و منزه از اشارات خلق. رجال این بیت بر بساط نشاط با کمال فرح و انبساط الوهیت می نمایند و ربوبیت می فرمایند و بر نمارق عدل متمکن شدند و حکم می رانند و هر ذی حقی را به قدر و اندازه عطا می فرمایند و شاربان این کس در قباب عزت فوق عرش قدم ساکنند و در خیام رفعت بر کرسی عظمت جالس. الذین لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. در این رتبه سماوات اولا با عرض ادنا تعارض ندارد و تفاوت نجوید، زیرا که مقام الطاف است نه بیان ازداد. اگرچه در هر آن در شأن بدی جلوه نمایند، یک شأن بیش نیست. این است که در این مقام می فرماید لا یشغل و هوشن عن شأن، و در مقام دیگر کل یومن هو فی شأن. ذالک من طعام الذی لم یتسنه طعمه ولن یتغیر لونه. اگر قدری میل فرمایی، البته این آیه را تلاوت می نمایی. و جهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. اذن فادخل یدک فی جیبک ثم اخرجها بالقوه لتشهدها نورا للعالمین. چه لطیف است این ماء عذب از ید ساقی محبور، و چه رقیق است این خمر طهور از دست طلعت مخمور، و چه نیکوست این طعام سرور از کؤوس کافور. هنی اند من شرب منها و عرف لذتها و بلغ الى مقام معرفتها. بیش از این گفتن مرا در خوی نیست، بحر را گنجایش اندر جوی نیست. زیرا که سر این بیان
در کنائز عصمت مکنون است و در خزائن قدرت مخزون، منزه از جواهر بیان است و مقدس از لطائف تبیان. حیرت در این مقام بسیار محبوب است و فقر بحت بسیار مطلوب. این است که می فرماید الفقر و فخری، و دیگر ذکر شده لله تحت قباب العز طائفتون اخفاهم فی رداء الفقر اجلالا. آنها هستند که از چشم او ملاحظه نمایند و از گوش او گوش دارند، چنانچه در حدیث مشهور مذکور است: اخبار و آیات آفاقی و انفسی در این رتبه بسیار، ولیکن به دو حدیث اکتفا می رود تا نوری باشد از برای متعالین و سروری باشد برای مشتاقین. اولین است که می فرماید عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، انا اقول و کن فیکون و انت تقول و کن فیکون. و ثانی این است که می فرماید یبن آدم لا تأنس به احد ما وجدتنی و متا اردتنی وجدتنی بارن قریبا. آنچه مذکور شد از اشارات بدیعه و دلالات منیعه راجع است به حرف واحد و نقطه واحده ذالک من سنت الله و لن تجد لسنت الله تبدیلا ولا تحویلا. مدتی است که این نوشته را به یاد شما شروع نمودم و چون کاغذ قبل ملاحظه نشد قدری ابتدا گله و شکایت رفت، ولیکن توقیع تازه رفع نمود و سبب شد که رقعه را ارسال نمایم. ذکر حب بنده در آن حضرت احتیاج اظهار ندارد و کفا بالله شهیدا. و در خدمت جناب شیخ محمد سلمه الله تعالی به این دو فرد اکتفا نمودم معروض دارند. من کوی تو جویم که به از عرش برین است، من روی تو بینم که به از باغ جنان است. اذا عرست و امانت العشق علی القلم ابا ان یحملها فصار منسعقا فلما افاق قال سبحانک انی تبت الیک و انا اول المستغفرین والحمد لله رب العالمین. شرح این هجران و این سوز جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. فتنه و آشوب خون ریزی مجو، بیش از این از شمس تبریزی مگو. و السلام علیکم و علی من طاف حولکم و فاز بلقائکم. آنچه بنده از پیش عرض نمودم مگس میل فرمود، این از خوبی مرکب می شود، اگرچه سعدی در این مقام فردی ذکر نموده. من دیگر چیز نخواهم بنویسم که مگس زحمتم می دهد از بس که سخن شیرین است. دیگر دست از تحریر عاجز شد، التماس می نماید که بس است. لحاظا می گویم سبحان ربی و رب العزت اما یصفون. که از نظر محو شدم و سهو آمدم.